بالاخره اومد، بالاخره آلبوم پوتک بعد از مدت ها انتظار اومد و من خیلی خوشحالم که دارم با شما گوش میدم این آلبوم ها. و از اولین ترکش همونطور که توی ویدیوی قبلی گفتم داریم شروع میکنیم تا بریم به ترک 13 برسیم، اگه خودش اجازه داد به اون ای پی 3 ترکه هم که با آلبوم ریلیز کرده برای کسایی که خریداری کردن به اون هم ریاکشن میریم. اما خیلی سعی راجع به آلبوم توضیح بدم. روتشیلد اسم آلبومه که به قول خارجی ها میشه راتشایلد، یعنی انگلیسی ها میگن راتشایلد، به فارسی خود پوتک گفته روتشیلد. و داستان روتشیلد اصلا چیه شاید خیلیاتون دیگه بدونید، ولی یه خانواده سلطنتی خیلی پولدار آلمانی یهودی بودن به نام خانواده روتشیلد که بانکدار بودن، کار بانکی میکردن اینا. و نمیدونم حالا چرا اسم آلبوم پوتک روتشیلد گذاشته، نه به پیامبرش نه به روتشیلد، شاید هم یه ربطی داشته باشه به این دوتا، من نمیدونم. ولی 13 تا ترک داره، ما توی 13 تا ویدیو میخوایم به ریاکشن بریم، سریع بریم و بیایم و این آلبوم رو با هم شروع کنیم. اول از همه کانال سابسکرایب نکنی حتما سابسکرایب بکنی، یه کامنت انگلیسی هم بذار حسابتون نپره. نکته دوم که هشتگ آسکاد فراموش نکنید، هر جا توی فضای مجازی فعال هستید هشتگ آسکاد بزنید تا خانوادهام بزرگتر بشه. این پایین هم همه فضای مجازیمون هست، اگه فالو نکنی حتما فالو بکنی. بچه ها من این آلبومو دارم به ترتیب ریاکشن میرم به خاطر اینکه اگه چون 13 تا موزیک ویدیوه، اگه موزیک ویدیو به هم مربوط بود من داستانش رو بفهمم. این از نکته اول. نکته دوم که احتمالاً یکی دو تا از این ترک ها رو الان سری ریاکشن میرم، ادیت میکنم براتون آپلود میکنم، بعد برم کلینیک، برگشتم بقیه‌اش رو حتما به ریاکشن میرم، احتمالاً تو همین یکی دو سه روزه کل آلبومو آپلود میکنم. اما بریم سراغ ترک اول روتشیلد. خیلی خودم مشتاقم ببینم که داستان چیه. این ترک سولو پوتک تنها توشه، کار پروداکشن کار همون میدونیم دیگه، کچی بیتس بوده و اینکه موزیک ویدیو هم داره. بریم ببینیم چه خبر. آقا 3 دقیقه 34 ثانیه. یا اول فاز پوریا پوتک، صدای کم کمه، برو بریم. پوریا پوتک بعد ترسناکه. داستان ها همه هنگن نویسند راست شایلده، پوتک خواننده است، لا با فکر کردی پوتک ریپتایله، بهت گفتم پولا رو ولش دین و وایس. اول اینکه داستان ها همه هنگن چی گفت؟ پوتک خواننده قبطر. داستان ها همه هنگن نویسند راست شایلده، یعنی همش پوله، چون راست شایلد گفتم یکی از پولدارترین آدم های کل تاریخ بشریت بوده دیگه، بعد میگه همش دنیا به پول میچرخه. بعد چی گفت؟ پوتک خواننده است، با فکر کردی پوتک ریپتایله، ریپتایل یعنی خزنده، مثل لاک پشت تمساح اینا، میگه من خواننده ام تمساح اینا نیست. نویسنده راست شایلده، پوتک خواننده است، با فکر کردی پوتک ریپتایله، بهت گفتم پولا رو ولش دین و به چسب رو راست وازه، ولی گفتم پولو بری تو حرم میبینی رو به راست وایبت، بری تو بپاش زندگی طول از خودت باور من، دشمن من این خدایا یا خدایان ساخت دست آدم ها. یاد دادم به هم ناموسای تو خیابون، آره همه خواهرام، من فقط نمیفهمم چرا خواهرام شبا زیر شمشیر برادرام. من پشمام چی گفت؟ گوش کن اینجا رو. همون قضیه یاس بود که میگفت همون داداشی دوشیدنت لباس کندن تو رو پوشیدنت، اینم میگه به ما یاد دادن که از بچگی تو ایران هر کیو میبینی نامیسه ناموس خودت، دختری که میبینی، ولی نمیدونم چرا ناموسا همیشه زیر شمشیر داداشامونه. دشمن من این خدایان، این خدایان ساخت دست آدمان. یاد دادم بهم ناموسای تو خیابون، آره همه خواهرام، من فقط نمیفهمم چرا خواهرام شبا زیر شمشیر برادرام. من یه مش گوسفند موتی و حاضر به هر کار، واضح حرفام، گوش بده خفه واجب به سرکار، این همه دعا کردی ولی همونجا هستی که بودی و میمونی، غربی و کردنم یه آدم خوش با یه قلبی که خونی و بیروهه. خیلی چفته، یعنی اصلا این پوتک رو شما با بقیه آلبوماش اصلا جدا کنید، این یکی دیگه است. هستی که بودی و میمونی، غربی و کردنم یه آدم خوش با یه قلبی که خونی و بیروهه. آمین که چی؟ تو باز حرکت کنی، خدای انرژیه نه یک حس برکت توری جایی که هست. خیلی دوست داشتم این حرفشه، واقعا خارجی ها میگن که خدا سوپریر پاور، یعنی قدرت ماوراییه، این هم میگه خدای انرژیه، بعد لمسش کنی. بیا کردنم یه آدم خوش با یه قلبی که خونی و بیروهه. آمین که چی؟ تو باز حرکت کنی، خدای انرژیه نه یک حس برکت توری جایی که هستی خوشبخت نیست. همون قضیه از ما حرکت، از خدا برکت، همونه داره میگه. من زیاد پاز میکنم اینجا بچه ها، چون هم خیلی اکسایتم، خیلی الان جوگیر شدم، همین که
ریاکشن اگه میخواین خود آلبوم گوش بدین برین روی چنل پوتک. انرژی نه یک حس برکت توری، جایی که هستی خوشبخت نیستی، برو پی ایسکا جلو، پولدار ترین آدم دنیا نه مسلمون نه مسیحی، کلیسا برو. What the fuck؟ چه خبره؟ من مثل سگ دارم میترسم اینجا. خیلی شیطانیش کرد. نمیفهمم چتونه خودتونو زد. چیکار داره میکنه؟ و این علامت یهودیت، اون ستاره یهودیت، و الان رفته وسطش دوباره، چون راسچایلد یه خانواده یهودی بود. بخری هیچی رو نمیفهمید، انگاری باید شوک بخورید، بدم میاد از دین چون بهتون یاد داد اینو، ان نداریتون راضی باشید، خداتونو شوک بکنید. خدای دریو بس میکنه دری رو باز. اینو فلوره دیکنه عوضشو شوک بکنید. خدای دریو بس میکنه دری رو باز. اینو همش خرافه است، واسه من یه چکی فان 20 صد درصد خدای هست. این کاری که توی ویدیوهاش میکنه، اینو همش خرافه است، واسه من یه چکی فان 20 صد درصد خدایی هست. آره خب خدایی هست، خدایی که خودشم خدایی نداره، خدا هم آتئیسته. نمیخوام بشی یه بیت بذاریم کنار. یه خدایی که خودش خدایی یا نداره، خب خدایی نداره خدا دیگه، خود خدا آتئیسته. دهنت سرویس، چه لفظی، چه چیزی گفت، اصلا قاطی کرد کامپیوترم. خدایی هست، خدایی که خودشم خدایی نداره، خدا هم آتئیسته. نمیخوام بشی یه بی اعتقاده که منو ببری زیر انتقاد، ولی خیلی این چیزا طول میکشه تا بفهمی یه روزی حرفا میشه کتاب. نمیخوام بشم اسیر نیشه ستا، آدم بی معرفت و ایشه، و من یه شیرم بین چند تا شیر بتا، که نخواهم شد هیچ وقت هم کیشه چتا. اینا رو چتا بتا اینا، من فکر میکردم میخواد با زتا 100 درصد زتا هم قافیه کنه، هنوز نگه. واسه گوسفندو درارید، شدین از زندگی فراری، خدا رو نکنید شوک واسه اون چیزایی که هیچ وقت ندارید. میدونی چی میشه بعدش وقتی از چیزی که هستش راضی؟ خدا هم میگه خب بی خیالش، آجی پکونه لقش. میگه اگه خودت تکون ندی خود خدا هم میگه لقت دیگه. آقا باید خودت بخوای و تلاش کنی. خیلی اصلا داستان ترک خیلی باحال بود و چند بار فلو عوض کرد، بریجش خیلی باحال بود، پروداکشن کارم خیلی ترسناک بود حقیقتش، الان دوباره رفت تو کورس. راضی خدا هم میگه خب بی خیالش، آجی پکونه لقش. یه جورایی نقش خود خدا رو داره پوتک اینجا. چه بیتیه؟ اول فصل اینکه خود پوتک، فکر کنم پوتک نیست با گریم. نه من قاطی کردم، من دیگه خیلی قاطی کردم. پوتک نو چی شد آقا؟ خیلی داستان جالب بود. دایرکتد بای رضا گلستانی، کارش واقعا خفن بود، دمش گرم. ترک اول که اصلا ما رو چیز نکرد، دیسپوینتد نکرد، به شدت مشتاقم که برم سخت ترک بعدی که با لیتو هم هست اگه اشتباه نکنم. بذار ببینم دوم ترک اسمش پره با بهزاد لیتو. موزیک ویدیو نیست بچه، اون یکی ویژوالایزر داره، ولی حالا در کل خیلی حال کردم. نظرتون حتما توی کامنت سکشن بنویسید، منتظر ویدیوی بعدی باشین که احتمالا فکر کنم تا نیم ساعت 40 دقیقه دیگه شاید آپلود بشه، بعد از اون دیگه میره تا چند ساعت دیگه. حرفی دیگه ندارم، تا ویدیوهای بعدی فعلا. رادیو اکتیوی ترم از ماری کوری، واسه ما نگیر تو سیست هالی وودی، تلنت تینه که داری گوچی، آره دوبار تو هم حالی بودی، هفتش رو جمع کنی حواست تو، از الان بشین پلن فرار تو، چاقا در نیار تو سیاه بازی سیاه هم باشی، میگیریم شهر به تو جل من تو نگاه فلو عوض کنم فلو بازی میشی له و لفرده اصلا من تونم من جلو ترم.